آیا شما یک آوازخوان هستید و در پی یافتن یک دیستریبیوتر خوب برای انتشار موزیک هایتان در پلتفرم های بین المللی مانند یوتیوب، اسپاتیفای، آمازون، اپل موزیک و غیره هستید؟ NG Network با سالها تجربه و با بهترین شرایط این خدمات را به شما ارائه خواهد داد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره و ایمیل زیر تماس بگیرید. سلام و وقتتان بخیر. خیلی زیاد سپاسگزار از اینکه همچنان شما محکم در کنار کاکتوس ایستادید و این برنامه پرطرفدار این روزهای افغانستان را دنبال میکنید و حمایت میکنید. از شما فوق‌العاده سپاسگزار هستم. امروز قرار است که ما یک داستان خفته را در سیاست افغانستان باز کنیم. یادتان میاد در سال 2010 وزیر حج اوقاف افغانستان متهم شد به 250,000 اختلاس و بعد فرار کرد رفت لندن و بعد پلیس انترپول قرار بود او را دستگیر کنه نکرد. حالا امروز برگشته در کنار گروه طالبان و در حکومت گروه طالبان ایستاده و میگوید که هیچ اختلاسی را انجام نداده. او معاون حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی بود، اما امروز انکار میکند دوستی و دشمنی را میان برهان الدین ربانی و گروه طالبان. خانوم ها و آقایان، این شما و این برنامه امروز کاکتوس من با آقای چکری. شما چطور میتونید تمام گذشته سیاسی و جهادی خودتان را فراموش کنید، چشمتان را بر روی آنها و بر روی رهبر و دوستانتان ببندید و حالا در کنار گروه طالبان بایستید و ادعا کنید اینها دوستان واحدتان هستند؟ من امارت اسلامی را تایید میکنم. جنگ طالبان علیه امریکایی ها ما او را جهاد مقدس میکنم. من ایج هستم که دیگه به طولی هیچ کس ترانه نخوانم. خودم طوله بزنم، خودم ترانه بخوانم، خودم تصمیم میگیرم. اونمو انگلیس هایی که من سالهای متمادی برش گفته بودم مرگ بر انگلیس، ولی اونمو دوستای نزدیک من آه مرا نشنیدن و یک ساکن را حرکت ندادن. اتهام های زیادی به افراد گوناگونی وارد هست. حادثه افشار چگونه رخ داد آقای چکری؟ صادقانه پاسخ بدید تا در تاریخ باقی بمانه. من به حیث شاهد میگم که من زن ازاره که شهید شده دیدیم، طفل ازاره که شهید شده دیدیم، خانه ازاره که سوخته دیدیم، همه‌اش دیدیم. و من یک انسان هستم که دستم به خون کس آغشته نیست. شما چطور میتونید این اداره کنید در حالی که شما معاون آقای برهان الدین ربانی بودید که در یک سوی نزاع بود؟ مهم این نیست که با دست خودتان شلیک کرده باشید، مهم این است که شما در جریان قرار داشتید که آدم میکشت. 12 نفر در دوران امرالله صالح زیر تعذیب در ریاست امنیت ملی کشته شدن. کسی که برای برادر خود چا بکنه خودش در اون جا میفته. بعد از این توتر امرالله صالح صاحب با امریکایی ها ساخت. امی احسان هم یک چیزی خواهد در افغانیت و در اسلامیت. 14 سال قهرمان ملی علیه روسیه جنگی. آره ما باعث فرزند جورم از روسیه کمک بخواهیم. یکی او اسماعیل خان، او ریش سفید خردمند، دو مرتبه زندگی تا برات بخشیدم. سلام و وقت بخیر جناب آقای چکری، سپاسگزار از اینکه بر ما وقت دادید تا در خدمت شما باشیم در برنامه کاکتوس. مطمئناً نزدیک به یک ساعت یا حتی بیشتر از یک ساعت بحث‌های بسیار زیادی درباره شما وجود داره. یک برنامه متفاوت خواهیم داشت ان شاء الله. وقت در اختیار شما. با بیننده‌ها یک سلام علیک مختصر داشته باشید تا من برم به سراغ سوالات. لشکری سر محترم، سلام ما را قبول کنین. از طریق کانال شما سلام و احترامات خود را به کاتبه ملت نجیب افغانستان تقدیم میکنم. بسیار خوب. وزیر صاحب، من همین که دانستم شما مهمان برنامه کاکتوس هستید و تهیه کنندگان این برنامه زحمت کشیدن با شما صحبت کردن، 3 نوع سوال درباره شما آماده کردم که انتخاب این که به کدام نوع از سوالات بپردازم به دست شماست. به دلیلی که شما 3 بک‌گراند سیاسی متفاوت دارید. یک، من میخوام بدانم که من با آقای چکری معاون برهان الدین ربانی مجاهد مصاحبه میکنم در این برنامه، یا با آقای چکری که در حکومت تکنودموکرات های غربی غربگرای
آمریکایی جمهوریت با آقای کرزی کار میکرد و وزیر حج اوقافشان بود مصاحبه میکنم، یا با آقای چکری که این روزها حامی گروه طالبان و حکومت طالبانی که زنستیز هستند، اقوام مختلف را در افغانستان و در سیاست و در عرصه سیاست نمیپذیرند، محدودیت های اجتماعی را ایجاد کردند. با کدام جناب چکری من مصاحبه کنم که امو رقم با امو سوالات با شما به مصاحبه بپردازم؟ شما با محمد صدیق چکری معاون جمعیت اسلامی افغانستان تحت قیادت محترم شهید استاد برهان الدین ربانی هم صحبت هستید. بسیار خوب، پس اجازه بدید که من در همین شروع از شما بپرسم که چطور معاون برهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت که گذشته جهاد و مقاومت در برابر شوروی سابق، درگیر در جنگ‌های داخلی میان احزاب و دشمن درجه یکشان در سال‌های آخر گروه طالبان بود، امروز پناه آورده به همان طالبان که دشمن سرسخت جمعیت و برهان الدین ربانی بود؟ این پارادوکس سیاسی را شما چطور حل کردید و به نتیجه رساندید؟ ما فعلا به خانه ما آمدیم، ما به کسی پناه نآوردیم. حتی ما به مقامات بلندپایه طالبان وقتی که ملاقات داشتم، ما برشان به وضاحت گفتم که عفی عمومی که شما اعلان کردین ما از او عفا استفاده نکردیم. چرا از او عفا کسی استفاده بکنه که در این ملک خون ریختانده، وطن فروخته و مشکلات اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و اقتصادی ایجاد کرده؟ فعلا ما در کشور خود آمدیم، در زادگاه خود و در مسقط الرأس خود. ما فکر میکنم که به مسابه ما 40 میلیون انسان در افغانستان وجود داره. معنایش این نیست که همه 40 میلیون طالب هستند و مربوط به امارت اسلامی. ما به وطنم آمدیم و در وطنم زندگی میکنم. بسیار خوب، من صحبت شما را میپذیرم آقای چکری که هر افغان حق مسلمش هست که در جغرافیای به نام افغانستان که سرزمین همه اقوام افغانستان هست زندگی کنه. اما شما احتمالاً که از عفو طالبان استفاده کردید و از عفو گروه طالبان، به دلیلی که شما هم پیشینه جهاد دارید، هم پیشینه حضور در یک حزب سیاسی و نظامی را دارید که سالها در افغانستان هم درگیر جهاد بوده، هم درگیر مقاومت و هم درگیر جنگ‌های داخلی که خون‌های بسیار زیادی را ریختانده آن حزب، و هم مطمئناً حضور شما در نظام جمهوریت و به عنوان یک وزیر میتونه که شما را در جمع دشمنان گروه طالبان آن زمان و پناه آورده فعلا گروه طالبان قرار بده، درست است؟ فکر میکنم که من دوست دارم نظر شما را اگر تصحیح کنم. افغانستان قسمی که شما فرمودین خانه هم است، و اگر قرار باشه که کسایی که در این کشور مرتکب کدام جرم شده یا مرتکب کدام گناه شده، باز ما فکر نمی کنم که در خلال 4.5 دهه ایتو یک شخصیت سیاسی یا شخصیت حزبی یا شخصیت جهادی مرتکب کدام اشتباهی نشده باشه. و ما براتان امو شعر مولانا را می خوانم که گر حکم شود که مست گیرند، در شهر اران که است گیرند. با کمال صراحت ما براتان میگم که ما از عفو عمومی استفاده نکردیم و ما یک انسان استم که دستم به خون کس آغشته نیست و به حریم کس دراز نشده. بناهن شرایط ناگواری را که امریکایی ها در زمان حکومت کرزی با بعض دوستان داخلی خود برای ما ایجاد کردن و توطئه چیدن، ما از لحاظ اجبار نه از لحاظ رغبت جلای وطن اختیار کردم. فعلا شرایط مساعد است و ما از طریق چینل شما و از طریق تمام کانال های تلویزیونی
که مصاحبه کردیم با تمام ملت افغانستان، این چلنج به صراحت دادیم که هر کسی بالای ما دعوا داره بفرمایه به محاکم افغانستان بیایه، بنده حاضر است. بسیار عالی، بسیار عالی. من مطمئن هستم که خب شرایط در افغانستان طوری است که مردم افغانستان، همان کسانی که در جنگ‌های داخلی که شما معاون یکی از همان حزب‌هایی بودید که سخت درگیر جنگ‌های داخلی بود و یک سوی بسیار محکم منازعه بود، به هر حال جرأت نخواهد کرد طبعی افغانی که بیاید و از شما در شرایطی که در کنار گروه طالبان هستید شکایت کنه. اما آقای چکری، من از شما میخوایم یک سوال داشته باشم. گروه طالبان یک عفو عمومی را اعلام کرد، اما بعدها گفتند که برادر این حق مردم و حق کسی که شکایت شخصی داشته باشه را ما نمیتونیم عفو کنیم. اگر کسی بیاید ادعا کنه که آقای چکری حقی از مضایع کرده، ما جناب چکری یا هر کسی دیگر، دکتر عبدالله، حامد کرزی، مارشال دوستم یا هر کسی که باشه را به محکمه معرفی میکنیم. این را میپذیرید دیگه، درست است؟ بله، ما خدمتان عرض کنم که ما فعلا بیشتر از 9 ماه میشه که سر یک پروسه مصالحه کار میکنم. البته تنها نیستم، با صدها نفر از دوستا امرای ما همکار هستند. پروسه مصالحه با مشوره امارت اسلامی که ما از برادر محترم خود آقای وسیق رئیس استخبارات تا معاونین رئیس الوزراء تا خود رئیس الوزراء ملاقات کردیم. اونا موافقه کردن که ما در پروسه صلح البته به شکل غیر رسمی کار کنم و برم با دوستای خود در بیرون ببینم. پروسه تقریبا در حالت تکمیل شده بود که امی سوالی که شما کردین این سوال بروز کرده. دوستایی که در بیرون است اونا امی ملاحظه را دارن که ما اگر به افغانستان بریم یک نفر به حق یا ناحق بالای ما ادعا کنه ما را به محکمه محول میکنن. و برادرای امارت اسلامی را که صحبت کردیم اینا با وضاحت برای ما گفتن که ما حق الله را بخشیدیم و حق العبد نبخشیدیم و برنامه ما متاسفانه در امیجا استاپ شده و متوقف شده و یک راه حل برش جستجو میکنم تا باشه که امی پروسه که سرش من 9 ماه و اندی کار کردیم موفق شو اگر خدا بخواهد. آقای چکری، کدام یک از این دوستان شما که احتمالاً منظورتان رهبران درجه یک سیاست افغانستان است در خارج از افغانستان با شما ملاقات کرد و گفت که ما نگران حق العبد هستیم و نگران ادعای حق الناس هستیم؟ ما تقریباً با یک معنا با تمامشان، با یک معنا با افراد مشخصی که نمایندگی از دیگران میکردن. ما با برادر محترم استاد عطا محمد نور ملاقات کردیم در دبی، با برادر محترم احمد ضیا مسعود ملاقات کردیم، با محترم قانون سید بلندن ملاقات کردیم، با محترم استاد سیاف در ترکیه ملاقات کردیم، با نماینده برادر محترم احمد مسعود، برادر طارق نام دارد، صحبت طولانی کردیم. تقریبا ما با یک آواز از همه شنیدیم که اگر کدام توطیه علیه ما باشه و جلوی توطیه را چه قسم باید امارت اسلامی بگیره. اونا پیغامشان به امارت اسلامی رسیده و ما روز سه‌شنبه گذشته با وزیر عودت مهاجرین ملاقات داشتم. فردا ساعت 11 بجه با مولوی صاحب شاهبودین دلاور به مناسبت امین موضوع حق العبد ملاقات دارم که اگر به یک نتیجه برسیم، ولی فعلا امین معزل پیش روی ما قرار دارم. پس رهبران بزرگ سیاست افغانستان یا اقوام افغانستان مثل آقای عطا محمد نور که نمایندگی از تاجکای افغانستان میکنه، آقای سیاف که نمایندگی از یک قشر بسیار پرنفوذ افغانستان میکنه، آقای احمد مسعود که نمایندگی از قشر تاجک ها و جبهه مقاومت و جوانان، شماری از جوانان افغانستان میکنه، آقای یونس قانونی که به هر حال خط چون مشخص است، همه اینها نگران این هستند که این حق الناسی که به گردن ما هست اگر فردا کسی آمده ادعا کرد ما چگونه این را بتونیم پاسخ بدیم. درست است؟ یعنی ما درست فهمیدم آقای چکری؟ با کم تفاوت، اونا نگران از این نیستن که حق العبدی داشته باشه. اونا نگران از این هستن که اگر کسی تحریک شود و از لحاظ سیاسی یک توطئه چیده شود و بالای ما دعوا صورت بگیره و ما را به محاکم ببرند، این یک کار معقول و مقبول و مورد قبول ما نیست.
بسیار خوب. پس اونها نگران توطئه‌ای هستن که به نام حق العبد یا حق الناس به گردنشان بیفته، یعنی در اصل به این فکر هستن که خب حق الناسی به گردن ما نیست، این دارایی ها و این مال و منال و قصر و خانه و موتر و این گدام و قبرستان موترهای لکسس زره که در مزار تازه یافت شده و همه اینها حق خود ما نیست، که حق الناس نیست که دیگه، ایره خب نامش حق الناس نمیگذارن جناب چکری، میگذارن؟ نه، به نظر ما اگه اونا حق الناس بگذارن یا نگذارن، اینا حق الناس است و دوستا برش باید دلایل داشته باشه. بسیار خب. آقای چکری، شما اتفاقا یکی از متهمهای درجه یک حق الناس و حق الله هستید. شما در یک اختلاس که گفته میشه شما متهم هستید، در یک قلم اختلاستان هم حق خدا را گرفتید و هم حق بنده خدا را. بنده های خدایی که میرفتن خانه خدا بر زیارت کردن، گفته میشه که شما وزیر حج و اوقاف آقای کرزی بودید، 250 هزار دلار آمریکاییشان در جیبتان ماندید، فرار کردید رفتید لندن. کیس و دوسیه شما چطور میشه؟ شما خب هم گردنتان با اتهامی که حکومت آقای کرزی و لوی سارانوال او زمانشان الکو به گردنتان انداخت، هم گردنتان پیش خدا بسته است و هم رسول خدا و هم بندگانش که مردم افغانستان باشن که خانه خدا میرفتن دیگه، جایی نمیرفتن، پول اونا را شما فرار دادید از افغانستان. اصلا این همه توطئه و دعایه و دسیسه بود. فعلا که ما به افغانستان آمدیم، امیدوار هستم که من واتساپ شما را با خود داشته باشم و فیصله استر محکمه امارت اسلامی را به شما ارسال کنم که به زبان پشتو نشته کرده که اکسل شیت های که در به ارتباط صدیق چکری ما مطالعه کردیم، هیچ قضیه به ارتباط از این درج نیست. یعنی ما براءت کامل دارم. او یک توطئه، یک دسیسه بود و داستانش هم است که چطور آقای چکری این توطئه و دسیسه سالها قبل شکل گرفت و شما سالها بیرون از افغانستان رفتید؟ او زمان آقای کرزی در یکی از کنفرانس های خود که همین لحظه در یوتیوب هست، یکی از خبرنگاران در مورد شما پرسید و گفت که مراجع عدلی و قضایی به دنبال دستگیری آقای چکری هستند. لوی سارانوال او زمان آقای کرزی فکر میکنم جناب الکو بود که در یک پرس کانفرانس مشخصا مبلغ 240 هزار دلار آمریکایی را گفت که توسط شما به سرقت و اختلاس برده شده و شما توسط پلیس انترپول انقریب دستگیر میشه. سالها دستگیر نشدید. اما من میخوایم بدانم که آقای کرزی، آقای الکو و دیگر کسانی که در نظام آقای کرزی حضور داشتن، چه مشکلی با شما داشتن که یک همچین توطئه ننگینی را بخواهند به پای شما ببندند؟ بله، من یک مطلب برتان بسیار اما تو دوستانه بگویم و حرفای مرا آقای کرزی میشنوه. من فعلا با آقای کرزی روابط خوب دارم، ملاقات هم امروز دارم. من به وساطت محترم استاد ربانی به اسلام آباد آمدم که آقای کرزی هم امراش اونجا بودن. آقای کرزی به حیث رئیس جمهور و شهید استاد ربانی به حیث رئیس کمیسیون مصالحه. در چای صبح ما با هم ششته بودیم. در اون مجلس ما آقای خرم هم شاهد بود، آقای داودزی هم شاهد بود که استاد ربانی به آقای کرزی گفت که آقای کرزی بگو با چکری چی مشکل داری، اینه از لندن خواستیم. صادقانه برات میگم، هیچ فراموش نمیکنم، آقای کرزی دست خود گرفت گفت علیه چکری دسیسه بود، کلان دسیسه بود، زورم نمیرسید. باز من برش گفتم که آقای کرزی وقتی که برم گفت که آره بیخی که امرای من به افغانستان برم. ما گفتم آقای کرزی وقتی که تو یک مرتبه جلوی دسیسه را گرفته نتانیسته، اگر باز علیه ما دسیسه شوه، باز خواهد گفتی ما کمزور هستم و دسیسه را خارجی ها برانداخته. خیلی گفت برای ما وقت بته، ما الکو را میخوایم و برش میگم که اعلان کنه که آقای چکری براءت داره، بعد از تو به افغانستان بیا. نمبر تلفن شخصی خود برای ما داد، گفت وقتی بلندن رفتی برام تلفن کن که مختور مسئله را خلاص کنیم، استاد ربانی را تکلیف ندیم. بعد از یک هفته برشان تلفن کردم، خیلی خوش شد، گفت خوب شد که تلفن کردی، ما فراموش کرده بودم، آقای الکو را میخواهیم، آمادگی تبیگی که به وطن برگردی.
گفتم خب دو روز با تلفن کردم، تلفن آقای خورم گرفت، گفت کرزای مشغول است. سه روز با تلفن کردم، تلفن آقای خورم گرفت، گفت کرزای مشغول است. ما مو متل عربی که ان اللبیب بالاشارات تفهمو، آدم هوشیار با یک اشاره میفهمه، باز پشتش نگشتم. اگر نه امی فیصله در بین ما آقای کرزای استاد روانی در اسلام آباد شد. خبرنگار بی بی سی پیش ما آمد، گفت که آقای چکری بهترین وقت است، اینمی مطالب ما شنیدیم، یک مصاحبه با ما بگو که می در تاریخ همی بانم. آقای کرزای از ما خواهش کرده بود که تا وقت نامدی خیلی مصاحبه نکو. ما با خبرنگار بی بی سی ها مصاحبه نکردم، ولی بسیار به شکل سری و خصوصی عکس مرا با آقای کرزای گرفته بودم که در یک جای ششتی ما گپ می‌زدیم. چطور آقای چکری این توطئه؟ خب یک سوال ما، یک بحثی که همه مردم افغانستان می‌دانند، با تمام احترام به همه سیاستمداران افغانستان و اعضای کابینه 20 سال اخیر نظام جمهوریت، دوز کم نبود، اختلاسگر هم کم نبود. کسانی که فساد اخلاقی و فساد مالی داشتن در نظام آقای کرزی و در نظام آقای غنی کم نبود. چطور شمایی که ادعا میکنید دامنتان پاک است، ادعا میکنید که پولی را اختلاس نکردید، چطور این توطئه به قول شما توطئه تانست که شما را از کشور فراری بده؟ این توطئه توسط چه کسانی تحریزی شده بود که آنقدر قدرتمند بودند که حتی رئیس جمهور افغانستان ادعا میکنه که مزورم برشان نمیرسه؟ من ایتو شد که اینمی وقت سال بود، در سال 2000 و اوائل سال 2010 جنگ در غزه بود، اسرائیل علیه غزه می جنگید. ما به تظاهرات اشتراک کردم و در تظاهرات طبعا امو آدم سرشناس ما بودم و صحبت کردم. از زبان ما همه قدر برآمد، به خاطر از این که ما یک نوع تبلیغات به نفع مردم غزه بکنم، گفتم هر کسی که خود ثبت نام میکنه که به غزه میره، به جهاد میره، بیاین پیش ما ثبت نام کنن. 5-6 نمره تلفن تقسیم کردیم، بیشتر از 10,000 نفر در 2 ساعت ثبت نام کرد. شب برای ما تلفن آمد، کدام دوست امریکایی بود، گفتن ما هم رایتان میبینیم. ما گفتم کی هستیم؟ گفت ما از قوای ناتو هستیم، میخوایم میبینیم اتان. ما گفتم ما آدم عسکری نیستم، برای ما باید سفیر ملاقات کنه یا سکرترتان یکی دیگر. گفت نه، یک کار خیلی ضروری داریم. گفتم فردا به دفتر بین. گفت نه، بخانید بین. بخانیم تشریف آوردن، قانون اساسی را پیشونی من داختن بسیار به شدت. دو گپ زدن، من هیچ فراموش نمیکنم. گفتن که تو قانون اساسی را خواندی یا نه؟ وزرا نظر به ماده چند قانون اساسی حق ندارن به تظاهرات اشتراک کنن. بله، این در قانون اساسی هست. قانون اساسی بود. من برشان گفتم که من عضو لویه جرگه تصویب قانون اساسی است و من در تدوین قانون اساسی نقش خیلی بارز داشتم، چون من فقه قانون خواندم. ماده اول 2-3 برای من اجازه میده که من باید تظاهرات کنم. گپ دوم که برام زدن، گفتار سفارت ایران پول میده که در این تظاهرات اشتراک میکنی و مردم تحریک میکنی. باور به خدا که ناغای لشکری همی گپ برام زد که گفت از ایرانی ها که ما پول زیاد داریم، چقدر میخوایی برات بتو. بالاخره برای ما گپایش نکرد کردم. برای ما گفت که آیا تو میدانی یعنی که از یه وطنت علیه تروریسم امی اسرائیل که تو علیهش مظاهره میکنی دفاع میکنه؟ دو نفر، اینا 5-6 نفر بودن، دو نفر گفتن که اینا اساکر و سای منصبای اسرائیل هستن، تحت چتر قوای امریکا با ما در هر جا هستن، در کوریای شمالی و جنوبی میریم، در ویتنام شمالی و جنوبی میریم، به عراق هستیم، به سوریه هستیم، چرا تو امی احسان ازیار فراموش نکنیم؟ اونموجه بود که من درک کردم که اولین بار که عسکر اسرائیل در داخل افغانستان است. و این قضیه را من تنها در اون وقت با احمد ضیا مسعود و با استاد روانی در جریان گذاشتم و گفتم که امی قضیه آرام باشه. بعد از اینکه مرا بیرون کردن، من بیرون نمیشدم، به هیچ وجه بیرون نمیشدم. بیاین یک قصه دیگه براتون کنم. برای ما آقای اتمر وزیر داخله بود. مناسبات ما و آقای اتمر خوب نبود. در کل مکابینه ما و آقای اتمر با هم دیگر خوب نبودیم. باور به خدا کنین، پرسانشان کنین. به ما تلفن کرد 4 بجه که چکری صاحب، من ملامت نیستم، خودت امریکایی ها میگیره. هرچی برش دیگه گم زدم تلفن قطع کرد. چرا؟ میفهمید که تلفن ها ثبت میشن. از
ریاست امنیت ملی یک جنرال برام آمد، برام گفت که بسیار دستاش میلرزید، گفتور امریکایا میگیرم. گفتم چرا؟ گفت فیصله شده ما دست نداریم. ای گپ با کرزی رسید، کرزی با امریکایا صحبت کرد که اگر شکری را گرفتار کنی استاد ربانی و استاد سیاف و مجاهدین علیه ما میخیزن، ما توانایی ندارم، باز مسئولیت به گردن شما. 10 بجه شب آقای کرزی مرا خواست، یک توافق با امریکایا کرده بود که چکری خی از افغانستان باید براید. ما در 13 مارچ 2010 برآمدم، تکست ریترن داشتم، تکت دولت برام گرفته، در 26 باید پس بیاید. آقای لشکری گوش کنین، از آقای لکو پرسان کنین، من ممنوع خروج بودم، صبح من ممنوع خروج نبودم، وی آی پی برام واز شد، مردم استقبال کردن، ورقای ممنوع خروجی را همه برداشته بودن. ما وقتی که به دبی رسیدم جای یک تاجر میمان بودم، گفتن تلویزیونا را بی علیه خیلی تبلیغات میکنن، میبینم که تمام تلویزیونا به اصطلاح خروشیده و جوشیده، خصوصا طلو و توهین کرده میره. هرچی با دولت تماس میگیرم تماس نمیگیره، رفتم بلندن، اجازه بدیم تکمیل کنم. بلندن آرام نشیشت، امریکایا آرام نشیشت با نوکرای داخلیش، گفتن چکری را به ما تسلیم کن. انگلیس ها برای ما آمد که ما به نظام افغانستان هرگز تو را تسلیم نمی کنیم. تو چیزی کردی؟ ما گفتم هرگز، ما بیگناه هستم مطمئن، ما اجازه بتین برم به افغانستان. گفت نه، ما به قضای افغانستان که قضای رشوت خور است، به نظام افغانستان که یک نظام آلوده است، از الف تا یا همه به صدها میلیارد دلار دزدی کردن و یک خودت متهم میکنن، ما به اونا خودت تسلیم نمیکنیم. به انترپول خط دادن که چکری کس گرفته نمیتونه. ما غیر از افغانستان به 52 در خلال 12 سال 52 سفر خارجی داشتم، ما پاسپورتای خود برتان میارم. بعد از اون دوسیه را از طریق وزارت خارجه و سفارت افغانستان بلندن خواستم، برای من انگلیسا وکیل گرفت، اونمو انگلیسایی که ما سالهای متمادی برش گفته بودم مرگ بر انگلیس، ولی اونمو دوستای نزدیک من که سالهاست پیشان دفاع کرده بودم، اقدر در جمع ثروت و سلطه مشغول بودن که یک آه مرا نشنیدن و یک ساکن را حرکت ندادن. وکیل گرفتن، قضای انگلیس به شما معلوم است. انگلیس فیصله کرد که دوسیه ناقص است، هرگز صدیق چکری متهم شده نمیتونه. ما براءت خود از قضای انگلیس گرفتیم، ما براءت خود از قضای امارت اسلامی گرفتیم، خواسته باشی کاپی اردویشه با واتساپ خودت روان میکنم. بسیار خب، اما دو سه سوال وجود در همین انگلستانی ها. اجازه بده آقای لشکری بفرم. کشوری که ما شما را به ضمیر و وجدانتان سوگند میتونم، ملت افغانستان، کشوری که در 45 سال تاریخش به اشک و آه و ناله و خون نوشته شده، تنها صدیق چکری مجرم است، دیگه همه خوب است. کشوری که 3 میلیون نفر دیجا خونش ریخته، کشوری که مردمش بی‌عزت شده، کشوری که مردمش زیر چین تانک افتیده، زیر تعذیب کشته شده، امی آیا کیسی دسیسه، یک دسیسه و یک کیسی سیاسی نبوده؟ با خدا آقای لشکری برات سوگند یاد میکنم که ما در امارت اسلامی هیچ کسی را واسطه نکردیم، و ایران برتان به کمال صراحت میگم که امارت اسلامی مراعات هیچ کسی را در حقوق العرب نکرد که از 50 سال پیشان باشه، ولی برای ما براعت روان کرده. اینمی تاریخ برادرت است. میخواستن از پیش ما باعث کپش فدا یا گوسپند قربانی استفاده کنن. از مواقف ما حتی خود اعضای تنظیم ما میترسیدن که اینمی آدم فردا جای ما را نگیرن، در حالی که دولت خیلی وسیع بود، هر کدام ما جای میشد. واقعا من فکر میکنم در اون زمان آقای چکری، آقای امرالله صالح هم شدیدن در برابر شما موضع داشت و اختلافات میان شما و آقای امرالله صالح هم بود. بسیار عالی گپ زده، بسیار عالی گپ زده، خوب شد به یادم آمد. ما یک روز می رفتم میمانخانه، ما با سرک 13 وزیر اکبر خان بود. پیره‌دارا گفت که یک آدم از هلمند آمده، بسیار وضعش خراب است، بسیار، و امیره یک دفعه ببین. میگه یک دفعه مرا ببینه دیگه میره. آمد برام، گفتم بخواهش خیر است. دستایش درنگ بود، گفت که ما اینمیال از ریاست امنیت ملی مرا اعلام کردن، 20,000 دلار از پیشم گرفتن. پیشروی ما گفت
همین مردم که از المند و قندار و زابل میامد، اگه متوجه باشین همین لباس طالبان را داشتن دیگه. امنیت فکر میکرد که طالب است. 12 نفر در دوران امرالله صالح زیر تعذیب در ریاست امنیتی ملی کشته شدند. ما با وجود از اینکه سیاست مدار و ملا در ساده می باشه، رفتم با کرزی گفتم که او کرزی، حتی ما خواستم که از لحاظ مسائل نشنالیزم این یک در سر غیرت بیارم. گفتم مردم زیر چوب امرالله صالح در ریاست امنیتی ملی کشته میشه. پیش ما این تو نفر آمده بود امیر خجلوشه بگی به خاطر خدا. یه گفت خو اما تو راست گفتم ما ای چی کرده؟ به خاطر که ما را جنگ پرده امرالله صالح را گفته که خودت مردم را تعذیب میکنی. گفته من نمی کنم. گفته اون یک جمعیتی خودت میگه چکریه میگه پا برای ما. گفت امرالله صالح برای ما تلفون کرد که گفته ما هم تو یک پیش ما آمده بود. بعد از این توتر امرالله صالح سر با امریکایی ها ساخت. ولی من حفر بئرا لاخیه فقد وقع فیه، کسی که برای برادر خود چا بکنه خودش در اون چا میفته. اینمه حالی کتاب داوودزی بخوانین که 3 روز قبل 40 میلیون دلار از بانک بیرون کرده که من میرم به پنشیر و مقاومت میکنم. اون مقاومت هم شما دیدین که گپش به کجا رسید. ای اون امو امرالله صالح است. در امو اسنا بسیار رو بخشید. ببینین ما وزیر بودم و هرچی نباشه رئیس بود. برش تلفن میکردم 3-4 مرتبه تلفن رو جواب نمیداد. ما فهمیدم که زیر کاسه نیم کاسه است و یه آدم جزء توطئه است. بله آقای چکریم، 2-3 سوال در بین صحبت‌های شما وجود داره. یکی که انگلستانی‌ها به همان اندازه‌ای که می‌دونستن نظام افغانستان فاسد است، خب شما هم جز همان نظام فاسد بودید، چطور به شما اعتماد کردن؟ شما وزیر بودید، عالی‌ترین مقام سیاسی نظام افغانستان بودید. یک. دو، اینکه چطور انگلستانی‌ها که در یک تعامل سیاسی و دیپلماتیک با دولت افغانستان بودند، حاضر نشدن شما رو به حکومت افغانستان تسلیم کنند. 3. آقای چکری، شما در طول سال‌های سالی که بیرون از افغانستان بودید، هر چقدر از سوی مقامات حکومتی افغانستان و حتی مردم افغانستان محکوم شدید و متهم شدید به اینکه شما فساد مالی را در وزارت حج و اوقاف را انداختید و پول کسانی را که می‌خواستند به خانه خدا برن حاجی شوند را اختلاس کردید و با خود از افغانستان بردید، پاسخ ارائه نکردید، مصاحبه ای نکردید، رد نکردید، استاد نشدید. حتی شما خودتان میتونستید دوای این را داشته باشید و ادعای حیثیت کنید و در محاکم به قول خودتان انگلستان به کسانی که این اتهام را به شما وارد کرده بودند در برابرشان بایستید، اما هیچگاه این کار را نکردید. و هر زمانی که گذشت، هر چقدر که این داستان طولانی تر شد، مردم افغانستان مطمئن تر شدند که خب وقتی که آقای چکری نمیخواد چیزی بگه، حتما دست آقای چکری در این قضایه است. و از سوی دیگر تمام دوستان دیروز شما، یعنی همان مجاهدین جمعیت، همان مجاهدین شورای نظار، همان رهبران جهاد و مقاومت افغانستان سکوت کردند، چیزی نگفتند، از شما دفاع نکردند، به حمایت شما بر نخواستند، از استاد ربانی گرفته تا خیلی کسان دیگر سکوت که مطلق کردند و هیچ چیزی نگفتند. همین امرالله صالح، آقای بسم الله خان، نمیدانم برادران آقای احمد شاه، مسعود احمد ولی، مسعود احمد ضیا، همین آقای سیاف و دیگران همه سکوت کردند و گفتند که خب چکری اختلاس کرده. بله. اصلا ما با رسانه ها زیاد صحبت کردیم، با بی بی سی صحبت داشتم، با تلویزیون طلوع صحبت داشتم، با الجزیره به زبان عربی صحبت داشتم، با یک چینل دیگه به نام الحوار همو صحبت های من صحبت داشتم. من با قاطعیت ای را رد کردیم. به یاد من یک خانم بود، یک جورنالیست، نامش فراموش کردیم. من با اونا صحبت کردم و من به شدت این موضوع را رد کردم. شما ببینید جناب لشکری سید، چرا من برای من انگلیس ها چیزی نگفتن؟ قضیه را به محکمه بردن. اوجا حکومت قانون است، اوجا هرج و مرج نیست، اوجا واسطه نیست، اوجا رشوت نیست مثل افغانستان وارد، بسکشی نیست مثل افغانستان وارد نبود، اوجا قانون بود، قانون برای ما براءت داد. بعد از اون اونا این صلاحیت ندارن که یک پناهنده را باز اذیت کنن یا آزار بدن و به حکومت افغانستان به قاطعیت جواب دادن. و سکوت دوستانتان آقای چکری؟ چرا دوستان دفاع نکردن؟ رنج و عذابی که ما کشیدیم این همی نکته است. امی کام ما که تا بال از موقف دوستان تلخ است این همی نکته است. امی یکی از دلایل آمدنم به افغانستان و در زیر چتر امارت اسلامی نشستن این همی نکته است که او برادر ما 20 سال بیشتر از 1000 مصاحبه مسموع و مرمی دارم.
مسموع و مرئی همه شنیدن که ما از جهاد مجاهدین دفاع کردیم، ولی دوستای ما آنقدر در جمع ثروت و در محبت و عشق سلطه غرق بودن که برادر خود چی که شاید اولاد خودم فراموش کرده بودن. به این منظور من یک گلگیر از دوستای خود دارم، من یک گلگیر جدا از دوستای خود دارم. برای من یک مرتبه که با استادتا عطا نور تماس گرفتم، او یک مردانگی کرد، گفت بیا به مزار امی با مون تیپ خود دستی حکومت خلاص امی جبرای ما زندگی کن. من گفتم نه، من با او ترتیب دزدانه نمیایم، با قسم نمیم که تو را با دولت روبرو کنم و ما سبب قتل و قتال در افغانستان شوم. دست ما از خون مردم پاک است، سفید است. با او ترتیب نرفتم، اما به حساب حکومتی کدام همکاری واقعا نکردن. اگر نه بدون مبالغه 60% حکومت از جمعیت اسلامی بود. 60% روی هم رفته آقای لشکری، روی هم رفته. من برادر خود را حاجی فاروق روان کردم، با کرزی ملاقات کرد، با اشرف غنی در وقتش ملاقات کرد. وقتی که اینا میخواستن که من بیایم، باز هم امی دوستا سنگ اندازی میکردن و مرا از آمدن به وطن مانع میشدن. و شاید یکی از علت عمدیش این بوده که واقعا که اینا از موقف من میترسیدن که امی چکری بیایه و تمام جاهای ما را اشغال خواهد کرد. بسیار خوب آقای چکری، طالبان سالهای سال با نام این که افغانستان توسط کفار غیر مسلمان ها مدیریت میشه، عسکر جذب کردن، جنگجو جذب کردن و در برابر نظام جمهوریت ایستادن و در برابر اردوی ملی افغانستان ایستادن، جنگیدن تا بالاخره به پیروزی هم رسیدن و کابل را تصرف کردن. حالا همه افغانستان در تصرف گروه طالبان است. با توجه به تحلیل شما و با توجه به داستانی که شما قصه کردید که نظامیان آمریکایی با آمدن به خانه شما دو اسرائیلی نظامی را نشان دادن و گفتن اینها امنیت شما را گرفتن، به این نتیجه می رسیم که گروه طالبان حقیقت می گفتند و جنگشان در برابر نظام جمهوریت تا جایی درست بوده. شیوه جنگشان نه، او مرام و هدف جنگشان. بله، در شیوه جنگ ما با برادرای خود، با برادرای امارت اسلامی 4 سال قبل که من در قطر دیدم، برشان گفتم در اینمی مسائل انتحاری که مردم بیگناه کشته میشه، من در این مسئله با شما نیستم. اما در معنای کل جنگ ما با شما هستم و جهاد جنگ طالبا علیه امریکایی ها ما او را جهاد مقدس میدانم، مثل که ما جنگ مجاهدین علیه روزها جهاد مقدس میدانم، جنگ امارت اسلامی را علیه امریکا جهاد مقدس میدانم و هیچ تفاوت هم در بینش نمیبینم. به همین منظور جناب لشکری سید، من ایج هستم که دیگه به طوله هیچ کس ترانه نخوانم، خودم طوله بزنم، خودم ترانه بخوانم، خودم تصمیم بگیرم، خودم فکر کنم و خودم به خاطر مساله علیای کشور خود او را عملی کنم و تنفیذ کنم. دیگه آن قده بشکست آن ساقی نمان، آن قدر بشکست که هیچ باقی نمان. دیگه ما یک شخص مستقل، آزاد، مؤمن، مسلمان برای مساله حریه کشور خود فکر میکنم و در این راستا از ملامتگر هم حراس ندارم. اگر دوستای سابقم است، اگر دوستای لاحقم است که عبارت از طالباست، از ملامتگر هم حراس ندارم. بسیار خب آقای چکری، گفتید که میخواید خودتان طوله بزنید و به طوله خودتان بازی کنید، حداقل تا زمانی که گروه طالبان است نزنید، چون موسیقی در گروه طالبان در حکومت چون حرام است، هم طوله را مشکنانن هم خودتان به او خاطر ابا کنید. اما این در حد مزاق بود. اما جناب چکری، سوال دیگری که برای ما مطرح شده این است که شما ادعای استقلالیت میکنید در شرایطی که پیشینه سیاسی شما برمیگرده به حزب جمعیت، کار کردن با آقای ربانی از لحاظ سیاسی، و حالا در کنار گروه طالبان ایستادید، دوستان واحد امروزتان را گروه طالبان میدانید. همین گروه طالبانی که درست است به عهده نگرفتند، اما گفته میشه که در ترور آقای ربانی دست داشتند. همین گروه طالبانی که درست است به عهده نگرفتند، اما گفته میشه که همراه با القاعده یک جای در ترور آقای احمدشاه مسعود دست داشتن. همین گروه طالبانی که حزب جمعیت را از یکدیگر متلاشی کردند، همین گروه طالبانی که سالها در برابرتان جنگیدند. شما
چطور میتونید تمام گذشته سیاسی و جهادی خودتان را فراموش کنید، چشمتان را بر روی آنها و بر روی رهبر و دوستانتان ببندید و حالا در کنار گروه طالبان بایستید و ادعا کنید اینها دوستان واحدتان هستند؟ ما یک مطلب برتان تشریح میکنم. ما من حیث محمد صدیق شکری قبل از طالبان طالب بودیم، به یک معنا قبل از طالبان طالب بودیم. ما مدرسه ابو حنیفه خواندیم، فاکولته شریعت به عربستان سعودی خواندیم، لسانس گرفتیم، ماستری گرفتیم و آلیام در امیر رشته تخصص دارم و مطالعات دارم. نه، طالب از لحاظ دینی، طالب از لحاظ دینی، خب من هم طالب هستم از لحاظ دینی، اما از لحاظ سیاسی من میخوایم بگویم. از لحاظ سیاسی اگر ما و خودت بیاییم براستی هم با طالبا عهد کنیم که ما طالب هستیم، نمیپذیرن. اینا گروپ به خصوص خود دارن، متوجه هستیم؟ و گپ دیگه ای که واقعا بسیار نقطه خوب اشاره کردیم، احمد شای مسعود قهرمان ملی شهید شد، هیچ کسی پشت قاتلش نگشت. ما شما در جریان هستیم. یکی از محلقات نزدیکش برای ما خوبه که ما یک عریضه به دادگاه عالی لاهه دادیم یا به دادگاه عالی افغانستان دادیم، هیچ. و همچنان استاد ربانی وقتی که شهید شد هیچ کس اقامه دعوا نکرد، که در وقت شهادت استاد ربانی متاسفانه ما به اروپا بودم، به لندن بودم و برای ما دولت موجود اجازه ورود به افغانستان نداد، که ما از پیششان سخت گلمند هستم. جمعیت متشعب است، جمعیت در جمعیت افتراق وجود دارد. شما دیدین که او روز آقای اسماعیل خان هم گفت که جمعیت رهبر ندارد. رهبر موقت آقای صلاح الدین بود، باز یک رهبر محترم استادتا شد. ولی ما برتان یک گپ میگم که قسمی که شما در تعریف ما گفتین که معاون جمعیت، معاون جمعیت و عضو اصیل و شورای اجرایی جمعیت ما هستم. فعلا 1300 نفر نامهای اعضای جمعیت ما تثبیت کردیم که کنگره جمعیت تدویر کنیم، چون امارت اسلامی قوانینش اجازه نمیده احزاب لغو کردم. من احترام دارم به مراعات قانون، قوانین باید در کشور مراعات شود و الا کنگره جمعیت کسی را باید رهبر تعیین خواهد کرد که او در داخل افغانستان است، نه در خارج افغانستان. این را مطمئن باشد. پس شما چهارمین شخصی هستید که ادعا میکنید رهبر حزب جمعیت هستید. آقای عطا محمد نور میگه انتخابات شد، من رهبر هستم. صلاح الدین ربانی میگه که میراث پدرم است، من رهبر هستم. آقای اسماعیل خان میگه ریش سفید کلتان من هستم، من رهبر هستم. شما هم میگید که تنها من در افغانستان ماندم به عنوان معاون آقای ربانی در حزب جمعیت و من رهبر هستم. من فکر کنم که ما نمیخوایم، حتی ما به برادر محترم خود اسماعیل خان سخت دوستی و رفاقت دارم، حتی احیانا در دوران حکومت مجاهدین که اگان تشنج بین اسماعیل خان و دولت امامی آمد، مجلس کابینه مرا تعیین میکرد که اسماعیل خان دوست رفیق عزیز است، باید به ایراد بره قناعتش بده. ولی تحرکات اخیر اسماعیل خان فکر میکنم که به ابهت سیاسیش ضربه خیلی خطرناک زد، رفتنش به تاجکستان و نقد امارت اسلامی، در حالی که امارت اسلامی به اصطلاح مردم کابل دو مرتبه زندگیش برش بخشیده، در فاریاب با کلاشنکوف و پرتله گیرش کردن و در هرات میدیدین که در سرکا و در خیابانها فلم برداری میشد و کلاشنکوف و پرتله را در آغوش داشت، بازم دزگیر شد، طالبا برش بخشش کردن. یعنی امی احسان هم یک چیزی خواهد در افغانیت و در اسلامیت. به این منظور ما فکر کنم که اسماعیل خان برش مشوره میتونم به حیث برادر کلان خود که برش بهتر است که به خانه خود بشینه و در برنامه هایی که هر کسی دیگری که مخالفت با امارت اسلامی کنه برش حق میتونم، ولی اسماعیل خان از لحاظ ضمیر و وجدان این حق نمیتونم. شما باور کنید ما یک گبرتان بگویم آقای لشکری دلت که نشر کرد، یعنی ما یک جنما خو سال یک دفعه مرا حکومت بندی میکنم، یک جنجال با مسارمال ساقب داشتم. اینمیجا پشت خانم عسکر و پلیس آمد و پیرادارای ما برابر شد، برخورد میشد. احمد ضیا مسعود روبروی خانم همسایه بوده، معاون رئیس جمهور بود. تا شد امی تمام پلیسا و عسکرا را به شموم لوی سارنوال بسیار به الفاظ زشت
برشان گفت که دیگه این طرف نبینه بتان. ما تابال احسان احمد زیار فراموش کرده نمیتانم. بینمی کمکش. با ما بقدر همیشه پیشونیم است که احمد زیار سر ما احسان کرده. او اسماعیل خان، او ریش سفید خردمند، دو مرتبه زندگی تا برات بخشیدن. دو مرتبه. باز از یک جای از یک گریبان سر بکش از دیگه گریبان باز در پهلوی کسایی بشی که باور که از گرفتن نام بعضش من میشرمم باور که میشرمم یعنی اموجا یکی از دوستا گفت که این برادرها توسط نام نمیگیرم نام یکی از خانمها را گرفته که در امی هرج و مرج و در امی گیرودار میخواین که توسط امی خانمها افغانستان آزاد کنن شرایط افغانستان تغییر کرده وضع تغییر کرده آقای لشکری ما به حیث برادرت برای خودت یک دعوت پیشکش میکنم بیا به افغانستان ما تعداد زیاد مردم به استقبالت نرم هیچ کس هم رایت خیانت نکنه یک دفعه وضع در داخل افغانستان ببینین که مردم به حساب برادرای ما که در بیرون است چی میگن ببینین برادر محترم ما برادر کوچک ما احمد مسعود یک جوان با استعداد که دستش در خون کس آلوده نیست به روسیه میره آره سعی کنین ای اشتباه سیاسی نیست آقای لشکری ایره من خبت سیاسی میگم خبت بالاتر از اشتباه است 14 سال قهرمان ملی علیه روسیه جنگی آره من به عیس فرزند جورم از روسیه کمک بخواهیم یکی از لحاظ سیاسی ما براتان بگویم جناب لشکری سعی برادر عزیز میگه هر کی را درد رسد ناچار گوید وای را والله به ما درد رسیده و درد وطن از درد اینمی ملت مظلوم است دست گل چیدن ندارم باغبان ناله مردم مرا اینجا به زور آورده است ناله مردم بیچاره و مظلوم که اگر یک چیزی کمک کرده بتانم اگر نه من در لندن آرام زندگی داشتم شما به یاد دارین قوی ترین صدر اعظم در تاریخ پاکستان عمران خان است نسبت به بوتو هم قوی تر است رفت در اثنای جنگ اوکراین با روسیه تیل می خرید به قیمت ارزان حال اسناد افشا میشه که امریکا گفته دیگه عمران خان کار نداره تحقیق که عدم اعتماد به دیدش چلانده شد دورش کردن حال کیس سایفر سرش آوردن که 15 سال باید زندان شد و 5 سال دیگه نااهل قرار بگیره این آدم تمام دنیا اروپا امریکا علیه روساس ایمیر از روسا کمک میخواه حال از لحاظ سیاسی چطور فکر کرده که اونجا بره به نظر ما برادرای ما باز یک گپ دیگه شما بیاین که منطقی فکر کنیم بیاین منطق من امروز سیاسی صحبت نمی کنم من حقایق میگم براتون منطقی است که یک جهت قضیه که طالبان یا امارت اسلامی است با همی لنگر و قوت خود که تمام افغانستان را گرفتن با همی لنگر و قوت خود که ناتو را شکست داده وجود نداره ما میریم که مجلس میکنیم مجلس چی؟ مجلس یک طرفه را کی قبول میکنه؟ یکی و دوم دیگه امی دنیا ما ملاقات های زیاد در بیرون داشته دنیا دیگه به هیچ وجه حاضر نیست که در افغانستان آتش جنگ فروزان نسازه بسیار خوب اما از بحث آقای چکری از بحث رهبریت حزب جمعیت دور نشیم آقای اسماعیل خان را گفتید که چه مشکلی داره آقای صلاح الدین ربانی به هر حال ادعاش این است که بزرگان جمعیت او را به عنوان رهبر انتخاب کردند و جانشین پدر خود است این میراث برهان الدین ربانی است که به صلاح الدین ربانی رسیده از سوی دیگر آقای عطا محمد نور رد میکنه میگه من انتخابات کردم من رهبر هستم آقای صلاح الدین ربانی به خاطر از اینکه یک صدمه برش رسیده بود پدر از دست داده بود اعضای جمعیت موقتا او را انتخاب کردند بعد از او محترم استاد عطای نور مردم جمع کرد و باعث رئیس جمعیت انتخاب شده هیچ شکی نیست دوران برادر ما صلاح الدین ربانی ختم شده بود من یک گپ از طرف خود میگم برای شما و برای صلاح الدین ربانی که محترم استاد ربانی هیچ وقت وصیت نکرده بود که یکی از فرزندان ما باید بعد از رئیس جمعیت باشد یا رهبر جمعیت باشد و من شخصا به این خانواده سخت احترام دارم دار و ندار من مربوط و منوط به این خانواده میشه ولی بیان که حق بگویم که من جدا مخالف سیاست توریث سیاسی هستم که مال و دارایی را به میراث ببری خو حق بچه است ولی مسائل سیاسی را مسائل فکر و سیاست را به میراث ببر
مشکل در عالم اسلام چه وقت شروع شد آقای لشکری؟ وقتی که حضرت امیر معاویه سیاست بازی کرد که یزید بچه خدا به عیس ملک یا پادشاه یا امیر تعیین کرد، یعنی پادشاهی را به میراث به بچه خود داد. دیدیم که حادثه کربلا واقع شد، بین عباسی ها و اموی ها چقدر جنگ و جدال صورت گرفت، که یک تاریخ خیلی طولانی است. ما به این خاطر مخالف سیاست تمیز هستم. پس شما فکر میکنید معاویه سیاست افغانستان آقای برهان الدین ربانی، یزید سیاست افغانستان آقای صلاح الدین ربانی را جانشین خود قرار نداده؟ به هیچ وجه استاد ربانی یک از فرزندای خدا یا یک از اعضای جمعیت به حیث جانشین خود قرار نداده بود. چرا؟ شهادت نابنگام بود. 1300 نفر اعضای کنگره را تعیین کردن که لستش پیش مهمیالی هست، ما کنگره را تدویر کردن هم میتانیم، چون امارت اسلامی احزاب و شوراها را لغو قرار داده و ما مکلفیت داریم که از اوامر امارت اسلامی چی کنیم، پشتیبانی کنیم و او را مراعت کنیم. بسیار خوب. آقای چکری، شما چندین بار در طول مصاحبه‌تان گفتید که من شما رو می‌خوام یک بار دیگه به 30 چند سال پیش از امروز ببرم، 20 چند سال پیش از امروز ببرم، نزدیک 3 دهه. شما در مصاحبه‌تان چندین بار گفتید و حتی دستتان رو بلند کردید، گفتید دست چکری به خون کسی آغشته نیست. شما چطور میتونید این ادعا را کنید در حالی که شما معاون آقای برهان الدین ربانی بودید که در یک سوی نزاع بود و اتفاقا گفته میشه که بعد از حمله آقای حکمتیار به کابل و قصد اینکه آقای حکمتیار ورود نظامی داشت به کابل، یک سوی جنگ آتش جنگ داخلی را شعله ور کرد، همین شورای نظار و حزب جمعیت آقای احمدشاه مسعود آقای برهان الدین ربانی بود و شما معاون آقای برهان الدین ربانی بودید. اگر در جنگ‌های داخلی در کابل حضور داشتید، مهم این نیست که با دست خودتان شلیک کرده باشید، مهم این است که شما در جریان قرار داشتید که آدم می‌کشت. ما یک مطلب برتان میگم، ما یک مسئله را به خصوص خود اعتراف میکنم که ما در دوران جنگ های داخلی وزیر اطلاعات و فرهنگ بودم. اونموجا ما شاید امو بی‌طرفی وزارت اطلاعات و فرهنگ حفظ نکرده باشم و به نفع دولت تبلیغات کرده بودم که مکلفیت ما بود، اما تمام جریان کار ما مذاکرات با مخالفین بود. ما 43 مرتبه در یک ماه از کابل به ننگرهار سفر کردیم که با آقای حکمتیار میدیدم و با آقای مولی خالص. شما باز از این نرس حکمتیار هم پرسان کنین، از آقای مولی خالص هم که در او حیات ما بودم، در رأس حیات استاد سیاف بود، ما بودم، دکتر صاحب عبدالله بود، دانشیار صاحب بود و دکتر صاحب عبدالرحمن بود که حالی بعضشون شهید شدن نیستن. 43 مرتبه شما باور کنین برای ما تیارای را میدادن که یعنی در موتر خراب مردم بالا نمیشد، ما در تیاره خراب بالا میشدم تا جلال آباد میرفتم، تیارای خوبم برای من میدادن. و 18 ملاقات ما در مو دوران با امارت اسلامی داشتم، در گرش، در چهارسیاب، در لوگر 18 ملاقات داشتم. تمام شما، من چند قبل با دکتر صاحب عبدالله ملاقات داشتم، اونمو خاطرات یاد کرد و خنده کرد که باز بخیالم برای پروگرام صلح کار میکنیم. گفت که ما باید دارم که تو همیشه صلح هم میگفتی. و عامر صاحب شهید خداوند ببخشه یگانه شوخی یا جدی قضیه را که امرای ما مطرح میکرد میگفت که خب چکری صاحب نظرش مال مسازی تیر میشه دیگران با نظر تیر خواهد من خواهدی جن بوده ما شوق و حکم ازی که ما دینم اقرامو عربدار ازی نیستم که خون یک کسان بلیزم. آیا شما گاهی خب نمای دولت او زمان دولت آقای برهان الدین ربانی بود، وزیر دفاع آقای احمدشاه مسعود بود، رئیس همه کسان اطرافیان آقای ربانی بودند تقریبا، شما گاهی به اون خب شما همیشه به عنوان نماینده دولت با مخالفین ملاقات میکردید، گاهی هم شده بود که همین دولت را آقای ربانی و آقای احمدشاه مسعود بشانید و برای آقای احمدشاه مسعود آقای ربانی بگویید که جنگ بس است؟ بارها مگر یک و چه پاسخی میشنیدید آقای چکری؟ ببینین جنگ تنها مربوط استاد ربانی و احمد شاه مسعود نمیشد. به حق جنگ آقای دوستم هم بود، حزب وحدت هم بود و او طرف آقای حکمتیار بود. این جنجال یک جنجال خیلی عمیق بود.
ما این نظریات برشان میگفتیم، ولی یکانه دلیلی که اونا داشتن که میگفتن بالای ما تحمیل شدن. ما از یک حکومتی که سریعزو اتفاق کردیم در کنفراور از اون دفاع میکنیم، اگر از این حکومت ما اتفاق نکنیم پس چی کنیم؟ یعنی اینام خود این حکومت مشروع و قانون میدانستن. همان طور که شما و دوستانتان جنگ را به آقای دکتر نجیب الله تحمیل کرده بودید. آقای دکتر نجیب الله خو موقعش فرق میکنه. ببینین آقای دکتر نجیب الله امتداد حکومت کمونیستی بود که توسط اتحاد جماهیر شوروی متوفا در افغانستان نصب شده بود. بسیار خوب. بسیار خوب، شما با یک حکومت کمونیستی جنگیدید آقای چکری، یک حکومت کمونیستی را سرنگون کردید. این را میتونید خودتان را و مردم را و تاریخ را قناعت بتید و طوری روایت کنید که و طوری قصه کنید و طوری داستان را ببافید که خب ما در برابر یک حکومت کمونیستی جنگیدیم، ما مسلمان بودیم. اما بعد از او خود نیمتان شیخ الحدیث بودید و نیمتان استاد بودید و نیمتان پروفسور بودید و نیمتان عالم دین و ملا بودید. مسلمان ها چرا به جان یکی دیگه افتادید؟ چرا دو تا پروفسور یکی دیگه را زدن؟ چرا شیخ الحدیث ها به جان یکی دیگه افتادن یکی دیگه را زدن و کشتن؟ آقای چکری بیان که به یک کلمه این سوالتان جواب بگوید، هر کسی که آتش جنگ را در سینه خود پرورانده بود، هر کسی که نیت جنگ داشت، هر کسی که در قتل و قتال اشتراک کرده بود، پیش تاریخ، پیش قانون، پیش شریعت مسئول است. این ما به صراحت میگم. ولی ما چون این جنگ اینقدر طول و عرض داشت که آدم نمیتونه مشخص انسانها را نام گرفته بگوی که اینی مردم دست داشتن. کی بود که دست نداشت؟ همه دست داشتن. حتی ما براتان اعتراف کردم که ما به اصطلاح نوترال یا بی‌طرف در تبلیغات نبودم. تلویزیون ملی و رادیو افغانستان و جریده انیس و هواد در اختیار ما بود، ما به نفع دولت تبلیغات میکردم. آقای چکری، شما یک اتهام دیگر هم که براتون وارد است از دوران جهاد تا حالا که گفته میشه در برابر بعضی از اقوام افغانستان جبهه میگیرید. شما هر زمانی که از جنگ‌های داخلی یاد میکنید، جنایت‌های جنگی یک قوم را تنها قصه میکنید. شما از کوبیدن میخ به سر قصه میکنید و از انداختن انسان‌های زنده به چاه‌های عمیق قصه میکنید که معمولاً گفته میشه که در او دوران جنگ یک قوم مشخص این کار را انجام میداد. شما بارها آقای کریم خلیلی که در نزد یک قوم افغانستان انسان معتبر و قابل احترامی است متهم کردید به اینکه خودشان شخصا این جنایات جنگی را انجام میدادند. من میگم که به هر حال آقای چکری، ما در حالا در یک عصر زندگی میکنیم و مخصوصا جوانان امروز هیچ کسی نمیتونه فریب بده. هر کسی که جنایت جنگی انجام داده مجرم هست و مطمئنا هم در این دنیا هم در اون دنیا پاسخگو خواهد بود. اما من میخوام از شما بپرسم که این چقدر به شما وارد است که شما یک انسان نشنالیست و قومگرا هستید و در برابر بعضی از اقوام افغانستان شدیداً تعصب دارید؟ ما خدمتان عرض کنم که ما بهترین دوستی و آشنایی را با برادرای تشیع خود دارم. اینمی علی استاد اکبری، استاد علی جاوید، عالمی بلخی، استاد سجادی، آقای جوادی، آقای فردوسی، همه با ما دمی کم پروسه مصالحه هم نظر هستن کار میکنن. ولی معنای من مردم ازاره را و مردم تشیع را مردم بومی افغانستان میدانم، مردم اصیل افغانستان میدانم که بار گران و ثقیل مدنیت و تکنولوژی و سرسبزی افغانستان به شانه بردن. ولی این معنایش نیست که اگر ما یک نفر بد بگویم خدا نخواست امر بد گفتیم. آره، ما یک گپ برای شما بگویم جناب لشکری صاحب، ما اگر بگویم که ابو جهل عرب بد است کاکای پیغمبر، معنایش نیست که پیغمبر بد است، نعوذ بالله. ما اگر بگویم ابو لهب بد است، معنایش نیست که پیغمبر اسلام یا حضرت حمزه یا امام حسن یا امام حسین بد است. در هر قوم یک ابو جهل بوده در تاریخ. ابو جهل منظورتان این است که ابو جهل هزارها استاد خلیلی بوده؟ باور کن به این خاطر براتان به دو منظور میگم، به دو منظور براتان میگم آقای لشکری، به دو منظور. یکی 13 سال این آدم معاون رئیس جمهور بود. به خدا قسم من میرم به غرب کابل امالم که میبینم ریسمان بچه هزاره به کراچی تبدیل نشده، دلم گریان میکنه برش. آقای لشکری او روز برادرها از بامیان پیش ما آمده بودن، گفتن به خدا در دوران آقای خلیلی یک طرف گوا بسته میکردن، یک طرف یک خانم هزاره را که زمین قلبه کنن، ولی هیچ موترهای
لنکروزر بود و دیگه چی که ما بسیار از پیشش خفه استم. ما فراموش کردم که نام بانک برتانیا آوردم، از پیش آقای خلیلی پرسان کنید. بیشتر از 80 میلیون دلارش در بانک سوئیس امیال فریز شده، چرا که 96% پول سیاه بوده. به خدا پشتمون نمیگرده 80 میلیون دلار برش ارزش نداره. پسرش عالم جان نام داره، در جرمنی ما و شما بسیار تاجرای خوبی افغانی موجود است، ولی سرمایه دارترینش عالم جان بچه استاد خلیلی است. او برادر بامی مردم کمک میکنه. یک گپ دیگه برتان بگویم، گپ رسمی اینمیال برند در منطقه که آقای خلیلی زندگی میکرد بیشتر از 25 نفر عارض از برای ازی زندان شخصی داشتم، مردم تعذیب شده، کرای خانه مردم نداده، کرای پول برق نداده، با همین بزرگی رفته و مردم تنها گذاشته. ما به این خفگی دارم، اگر ازاره و تشیع نور چشمم از برادرایم هستن. والله ما یک دفعه دیدم که به غرب کابل یک مکتب را انفجار داده بودن، یک زن ازاره را دیدم که به مو لهجه ازارگی گریان میکرد که او خدا همین بچه ما چی گناه کرده بود. قسم پروردگار است که ما همین یک هفته مینان دلم نمیشد که آره بی زنه که ازاره را بیبی، این ظلم را بیبی، این جفا را بیبی. ما این احساس دارم چی جان؟ ما به حکم از این که مسلمان هستم، اسلام دین رحمت برای کافر و مسلمان است. این برادرای ما است، نور چشم ما است، ما چرا یار بد ببینم؟ اما این بحث واقعی است که شما بحث حقیقت است که شما مطرح میکنید آقای چکری. حداقل در مورد به طور مثال میدانید مردم هزاره افغانستان وقتی که ناامید شدن از اینکه از رهبرانشان خیری به آنها برسه، به قول شما همان ریسپان های کار خود را فروختند و رفتن قلم خریدن و رفتن کتابچه خریدن و در راه علم شروع کردن قدم زدن را، اما باز هم کشته شدند. اما اقوام دیگر ما دیدیم که به هر حال شما هم شاهد هستید آقای چکری که رهبرانشان هر چه که در توانشان بود برایشان کرد. مشکهای آبشان تبدیل به لنکروزرها شد، تبدیل به خانه ها شد. کارت پروان را شما شاهد هستید. نمیدانم خب بحث خانه های قوم هندوی افغانستان هم هست، اما به هر حال شما میبینید که دیگر اقوام افغانستان توسط حمایت رهبرانشان به کجا رسیدن. به هر حال من امیدوار هستم که این مشکل تاریخی میان شما و هزاره ها هم یک زمانی حل شود. اما آقای چکری، من میخوایم از شما یک سوال داشته باشم. آقای چکری یک سوال است. من اگر خدای ناخواسته علیه برادرای هزاره مشکل داشته باشم، چرا علیه اکبری صحبت نمیکنم؟ آدم فقیر زاهد آقای موسنی را من به حیث استاد خود قبول دارم، بسیار دوست نزدیکی من بود. چرا علیه علی جواد گپ نمیزنم؟ چرا علیه آقای محقق گپ نمیزنم؟ آقای محقق باور کن نسبت به خیلی خیلی پاک بازی کرده، ولی یک نفری که ما به چشم خود دیدیم و شاهدم از معلم غنی هدایت بچه لوی سارنوال وقت داود خان پیشش بندی بود. ما به آقای مزاری رفتم گفتم این بندی را خلاص کو، رفتم که اینمی حادثه را برای ما قصه کردن و بسیار با وضع خراب از بندی خانه خلیلی خلاصش کرد. چه حادثه ای را قصه کردن آقای چکری؟ گفت که من موجب بودم و مردم را تعذیب میکرد. گفت حتی یک نفر دیدم که بسرش میخ میزد که اعتراف کن. در مو وقتات حزب وحدت با چی جنگ داشته که باید داشته باشید؟ شما خورد بودین شاید باید تانم نبیاید. با اتحاد اسلامی داشت. بله با اتحاد اسلامی یکی از جنگ‌های خونین کابل بود. آقای چکری، شما به عنوان یکی از معدود کسانی که در حادثه افشار معلومات خوبی دارید، به هر حال او زمان‌ها زندگی می‌کردید در افغانستان، در سیاست حضور پررنگی داشتید و یک سوی حادثه بودید. واقعا اتهام‌های زیادی به افراد گوناگونی وارد هست. حادثه افشار چگونه رخ داد آقای چکری؟ صادقانه پاسخ بدید تا در تاریخ باقی بمانه. صادقانه براتون پاسخ میدم، چشم دید خدا براتون پاسخ میدم. حادثه افشار جنگ شدیدی را دولت علیه افشار شروع کرد. افشار زیاد مقاومت کرد. یک پوسته به سر افشار حاکم بود که آل امو در امتدادش قبر مارشال فهیم است. این پوسته بسیار دولت اذیت کرد، حتی مردم تا خیرخانه هم رفتن نمیتونست. محترم انوری صاحب با این پوسته ارتباط گرفت، گفتی پوسته پول میخواید و همیشه دولت به این فکر بود که این پوسته اگه دور شوه افشار خود به خود تسلیم میشه. این پوسته توسط برادر ما انوری صاحب خداوند ببخشه
ما چند روز قبل امرای بچهش که در ایران صحبت هم کردم تلفنی، او بیونا پول برد، پوستر ترک کردن، صبح وقت جنگ شروع شد، از طرف قرغه و پغمان مجاهدین آمدن، از این طرف دولت رفت و حادثه دلخراش در افشار رخ داد. ما به حیث شاهد میگم که ما زن ازاره که شهید شده دیدیم، طفل ازاره که شهید شده دیدیم، خانه ازاره که سوخته دیدیم، همه ایش دیدیم. ولی از خدای خود طلب عفو مغفرت میکنم و کسایی که در این حادثه دست داشته اونا هم باید از خدای خود طلب عفو مغفرت کنه و هم از مردم نجیب افشار باید طلب عفو مغفرت کنه. یک عده از مردم طرفداران آقای سید حسین انوری به شدت رد میکنن و میگن که نه خیر، آقای انوری نه پولی دریافت کردن، نه پولی به کسی دادن، نه پوسته‌ای خریدن، نه پوسته‌ای رو فروخته. اما یک تعداد کسان دیگر تایید میکنن و میگن که خب برادر، این حقیقت وجود داره که آقای انوری پوسته‌ای که مدافع اصلی حریم افشار بود را فروخت، پولی را گرفت و بالاخره افشار سقوط کرد. من میگم شما خیلی درست فرمودید، دوستای انوری صاحب باید دفاع بکنه، دوستش است. ولی حقیقت است من نمیگم پول آقای انوری گرفت برای پوسته بود، من نمیگم که به جیب خود انداخت پولم، پولی کافی بود بیادم است، مقدارش نمیفهمم، برای مسئولی پوسته مدافع حریم افشار به اصطلاح شما بردن و پوسته را به دولت تسلیم کردن و بعد از او افشار سقوط کرد. بسیار خوب آقای، از دلایلی هم که ما یک گپ دیگر هم براتون بگیم، بیان که حقایق براتون بگیم، ما پیش خداوند میریم، عمر ما زیاد شده، جواب خدا را چی بگویم؟ یکی از دلایلی که آقای مزاری به دولت تسلیم نشد امی بود، بیادم است که شهید مسعود قهرمان ملی با سفیر ایران سرجد مخابره صدا کردن که نرو او طرف طالب است، برات ضرر میکنه. او گفت که نه، من طالبا را قبول دارم، شما را قبول ندارم. چرا در افشار حالات را آوردین که اگر من به شما دوباره بیم باز پیش مردم ازاره روی نمی داشته باشم؟ یعنی دلیل رفتن مزاری و طالبا اینمی یکی از عواملش هم همین. بسیار خوب آقای چکری، شما این سوال پایانی است و بعد از من میخوایم از شما خداحافظی کنم. شما گفتید که در حال رایزنی و لابیگری برای بازگشت رهبران سیاسی افغانستان به افغانستان هستید تا در کنار گروه طالبان برای آینده افغانستان بجنگید. اول اینکه من میخوایم به عنوان یک جوان افغانستان بگویم که برادر، جنگ راه حل نیست. آقای احمد مسعود، آقای سراج الدین حقانی، آقای نمیدانم انس حقانی، آقای ملا یعقوب، آقای محقق، آقای نمیدانم مارشال دوستم، آقای عطا محمد نور، جنگ راه حل نیست. مردم افغانستان را نکشید، لطفا مردم افغانستان را نکشید، شهرها را خراب نکنید. اما این کمیسیون و این طرحتان، این طرح راهبردی شما برای یک صلح پایدار به کجا رسیده و چقدر موفق است؟ تا جایی که ما فکر میکنیم، تا جایی که من احساس میکنم، این خیلی به موفقیت نزدیک نیست، به دلیلی که تصور این که در یک سوی میز مارشال دوستم نشسته باشه و در سوی دیگر میز سراج الدین حقانی نشسته باشه برای من کمی مثل خواب و خیال میمانه. بله، اصلا طرح ما اینطور است که برای دو سال قوای اجرایه و قوای قضایه مربوط امارت اسلامی و قوای تقنینیه که از طریق انتصاب تعیین میشن شورا ساخته میشه و امی مشکلی که به ذهن شماست او را اتو حل کردیم که وظیفه اینمی شورای منتصب غیر انتخابی امی است که قانون اساسی را تصویب میکنه و قانون اساسی میگه که حکومت امارت باشه، خلافت باشه، سلطنت باشه، شاهی مشروطه باشه، ریاستی باشه، پارلمانی باشه، چی باشه. وقتی ما و شما آره در سردرگمی چرا واقع استید؟ چرا ما یک قانون اساسی نداریم؟ ببینین خطوط اساسی پالیسی ما که در افغانستان است، ما امارت اسلامی را تایید میکنم، یک. دوم به خاطری که بدیل ندارم، سوم به خاطری که دور کردن امارت اسلامی به هیچ وجه ممکن نیست از طریق جنگ و جنگ خونریزی را میاره که ما طرفدار خونریزی نیستم، و سوم یک امنیت سرتاسری در کشور ماست. ولی نقایص را که در امارت اسلامی میبینم او را براتون میگم که پارلمان نداره، هر دولت باید یک پارلمان یک شورا داشته باشه، مکتبا را برای بانوان و دختران باز کنه، دانشگاه ها را باز کنه
و در حکومت هم یک تعداد عناصری که منصوب امارت اسلامی نیستن باید برشان جای بده. بسیار خوب، این طرح شما توسط ملا هیبت الله مورد تایید قرار گرفته برای اینکه کار عملی رو شروع کنید یا خیر؟ به دلیلی که شما با ایجاد این شورا برای تصمیم گیری درباره آینده قانون اساسی کشور به نام افغانستان تحت قیادت امارت اسلامی محدودیت کردن صلاحیت های ملا هیبت الله است. بله، ما امی طرح خود را با تمام سیاستمدارا چی در خارج و چی در داخل به شمول آقای کرزی، دکتر صاحب عبدالله و انجینر صاحب حکمتیار و استاد اکبری که به منزل استاد اکبری رفتم با آیتی از شورایشان دیدم مطرح کردیم و امین طرح خود را با رئیس صاحب استخبارات، با وزیر صاحب، با معاون رئیس الوزراء موری صاحب عبدالکبیر، با سلام حنفی و یک مقدار با خود ملا حسن آخونزاده می را مطرح کردیم. ولی ما با ملا با امیر المومنین موری صاحب هبت الله آخونزاده در لویجرگه، در خیمه لویجرگه که مجلس علما بود، بسیار حتی برش دست ندادیم. از دامتری ما ششته بود و می دیدم و یک ساعت 7 دقیقه صحبت کرد. ما با اونا اوجه دیدم، سابق امراشام ندیده بودم، با اونا مطرح نکردیم. ولی ما می دانم که صلاحیت از امیر المومنین است. اراکین دولت به ما گفتن که ما همین طرح را برای امیرالمومنین میبریم و دوباره برای خودت اول میتیم. ولی آل خللی که پیدا شده اون اون مسئله است که براتان گفتم که حقوق العبد است، که امارت اسلامی به هیچ وجه حاضر نیست که حقوق العبد برای کسی ببخشه. بسیار خب، سپاسگزارم شما آقای چکری، وزیر اطلاعات و فرهنگ دولت مجاهدین، معاون حزب جمعیت اسلامی افغانستان در رهبری آقای برهان الدین ربانی و کسی که حالا در کنار گروه طالبان دوستان متحد می نامه. سپاسگزارم شما. تشکر آقای لشکری. سپاسگزارم. تشکر از شما دوستان عزیز تا این دفعه با ما همراه بودید. مصاحبه مفصل من با وزیر حج و اوقاف نظام آقای کرزی، آقای چکری را تماشا کردید. بحث‌های بسیار زیاد و تاریخی گوناگونی را آقای چکری بیان کردند. در حال حاضر در کابل هستند با آرزوی موفقیت برای طرح صلحی که روی دست دارند و ما آرزو می‌کنیم که دیگر صدای هیچ گلوله و هیچ شلیکی را در افغانستان نشنویم. با سربلندی و سرافرازی همه شما، خدا نگهدار تا کاکتوس دیگر که باز هم من در خدمت شما خواهم بود. آیا شما یک یوتیوبر هستید و در افغانستان و یا ایران زندگی می کنید و مشکل دریافت درآمد کانال یوتیوبتان را دارید؟ NG Network با سالها تجربه و شرایط منصفانه این مشکل را برای شما حل خواهد کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ادسنس و یا CMS NG Network با شماره و ایمیل آدرس زیر تماس بگیرید.